بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام به شما و بر روح پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی افغانستان. امروز ششم جدی هست، سال روز اشغال خونین کشور توسط نیروهای متجاوز شوروی سابق در ششم جدی سال 1358. این مناسبت را گرامی می‌داریم و جاویدان می‌داریم یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی افغانستان را و درود می‌فرستیم بر روح پاک و مطهر آن عزیزان. خیلی خرسند هستیم که در خدمت شما هستیم در این ساعت سیاسی و بهره می‌بریم از خدمت کارشناسان محترم جناب فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان و جناب دکتر محمد قاسم دانش بختیاری استاد دانشگاه. با شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید. جناب آقای مجروح، از شما شروع میکنیم که با تهاجم شوروی سابق به افغانستان قیامها و جهاد مردم بیش از گذشته افزایش و گسترش یافت. مهمترین عوامل تشدید کننده جهاد در اون شرایط چه چیزهایی بودند؟ به نام خداوند بزرگ، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان نهایت گرامی و همچنان استاد عزیز حاضر در بحث، با کودتای نظامی و خونین هفتم ثور در سال 1357 و سقوط رژیم سردار محمد داود و روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان و با ادامه ظلم و استبداد و اختناق بر مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان، در هر گوشه از افغانستان قیام ها و مقاومت ها در برابر نظام شروع شد، که قیام مردم دره صوف، قیام مردم چنداول، قیام مردم هرات، بادغیس و حتی نقاط افغانستان خود مستاق این حرف هست که مردم در برابر ظلم، در برابر زور، در برابر بیعدالتی و دین سریزی استاد شدند و جنگ ها در برابر نظام شروع شد. اما با هجوم وحشیانه و ظالمانه 100,000 نفری ارتش سرخ به افغانستان، قیام ها شکل دیگری به خود گرفت. وحدت بین مجاهدین بیشتر شد. عوامل خب تجاوز بود. علت اول ظلم و استبداد و دین ستیزی بود و عوامل تشدید حملات، تشدید قیام ها، تشدید مقاومت در افغانستان تجاوز آشکار روس ها در افغانستان بود که باعث این شد تا این مقاومت گسترده تر شود و شکل همگانی به خود بگیره و مردم افغانستان همه یک پارچه در برابر تجاوز ارتش سرخ به افغانستان بایستند. بله، بسیار ممنون هستیم. از همینجا از ادامه بحث جناب مجروح در خدمت شما هستیم جناب استاد دانش بختیاری، که جهاد تنها نماد وحدت بخش در تاریخ افغانستان بود با توجه به صحبت‌هایی که جناب آقای مجروح داشتن، اما این نماد در کار کرده ملت سازی و هویت بخشی شکست خورد. ما نتونستیم به عنوان یک ملت و به عنوان یک هویت ملی در کنار هم قرار بگیریم و چیزی به این عنوان در جامعه ما شکل بگیره. دلیلش چی بود به نظر شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا ما خوب بودیجه که چون به خاطر که ششم جدی تضارب دو ایدئولوژی و دو اندیشه متضاد در مقابل هم بود و به خاطر از اینکه بحث یک کم جذابتر میشد، خوب بود که با توجه به اینکه در حکومت وحدت ملی فعلی هم از چهره های جهادی حضور دارن و هم از چهره های غیر جهادی و کمونیستی، به نظر ما اگر که از دو طیف متقابل در فضای کنونی دعوت میشد و هر کدام از ما به اصطلاح آسیب شناسی منافع ملی و ملت سازی را در افغانستان مورد نقد و بررسی قرار میدادن، این بهتر بود که به اصطلاح از یک طیف دو تا فرد رو شما دعوت کردین و در هر صورت ما مجبور به جواب شما. ما یک سری محدودیت هایی داریم به لحاظ رویکردهای خود تلویزیون. از نظر شخص آیت الله محسنی، حضور این عناصر موجب
آلودگی همین دستگاه میشه متاسفانه. به این جهت ما نمیتونیم که از کمونیست ها یا عناصر وابسته به رژیم کمونیستی کسی را دعوت بکنیم. خیلی ما برای اصلاحات و نظام سازی و ملت سازی نیاز به طیف های مختلف، گرایش های مختلف و حتی گرایش های متضاد داریم. هیچ جامعه یک دست در سطح کشورها وجود نداره. بره. و ما فکر میکنم اگر قرار باشه که بر اساس مسائل دولت سازی و ملت سازی که شما از ما سوال کردین موضوعات مطرح کنیم، از لازمه شی بود که باید از استیفای متعدد دعوت میشد. در هر صورت ما اجتماع خاصی که با حضرت آقای موسینی داریم دیگه زیاد به بررسی موضوع نمیپردازیم. خدا ان شاء الله که بر ازیام سلامتی و طول عمر بده و ان شاء الله که یک کمی به اصطلاح اگر که این دیدگاه جنبه ملی پیدا کنه رسانه هم بردش بیشتر میشه، به خاطر از اینکه اگر ما وقتی که یک رسانه رو زمان رسانه ملی میتونیم بگیم که بینندگان و شنوندگان و الهام گرفته ای از این رسانه بار علمی داشت، بار به اسم ملی داشته باشه. بله. خب شما توجه دارین که کارنامه کمونیست ها در جنایت و در ملت ستیزی و آدم کشی بندازی برجسته است که نمیشه با کارنامه اونا استناد کرد برای ملت سازی در کشور مثل افغانستان. ببینید ما شما هر چیز اتفاقا متاسفانه یک اگر که روند نظام سازی رو در افغانستان آسیب شناسی علمی کنیم به این نتیجه میرسیم که افغان ها متاسفانه همیشه با احساسات نسبت به قضایا برخورد کردن، هیچ وقت به اصطلاح با عقلانیت دنبال موضوعات نرفتن. و اگر ما کارنامه اونا یعنی خیلی مشخص در مجموع هر پدیده اجتماعی را اگر ما به اصطلاح به صورت اکادمیک علمی ملی بررسی میکردیم نقاط به اصطلاح ضعفش در حقیقت برای طیفای باورمند به اشتباهات و خیانت های ملی به عنوان یک عقیده، عقیده اعتقادی، عقیده ملی میپذیرفتاندیم و برشان میفهماندیم، مطمئنن به اصطلاح ای اشتباهات در افغانستان تکرار نمیشد. شما توجه کنین افغانستان شده در حقیقت یک موزیم از تاریخ سیاسی افغانستان، موزیم از تجاوزات است. علت عمده ای که به اصطلاح ما همواره با تجاوز مواجه هستیم برازی که از بحران درونی خارج نشدیم، هنوز به اصطلاح چالش های درونی خود حل نکردیم و این چالش های درونی باعث میشه که یک تجاوز دفع میکنیم به تجاوز دیگه مواجه میشیم. خب تجاوزگری ها علل و زمینه های گوناگون و متفاوتی داره که ما فعلا بهش نمیپردازیم، خودش یک بحث مستوفایی رو میطلبه. منتها بحثی است که وقتی شوروی سابق با کشتار و خونریزی و خشونت سرسام‌آور و مهارناپذیر وارد افغانستان شد دیگه بحث احساسات به نظر من خیلی اینجا قابل طرح نیست. به هر حال این مردم از جانشان، از اعتقاداتشان، از تمامیت ارضیشان باید دفاع میکردن. اتفاقا در این مورد اگه ما احساسات نداشته باشیم عقلانیت ما زیر سوال میره. ببینید ما شما اصلا همی خود واژه به اصلا موضوعات را که بتانیم به اصطلاح بنیادی مورد بررسی قرار بدیم، خود به اصطلاح امی ششم جدی یک تجاوز است. چرا این تجاوز اتفاق افتاد؟ این تجاوز، تجاوز به اصطلاح آنی نیست، یک تجاوز استراتژیک است، یک به اصطلاح لشکری مبتنی بر یک اعتقاد است، مبتنی بر یک منافع استراتژیک است. پس بنابراین وقتی که به اصطلاح دو پدیده بسیار ممده در اینجا وجود داره، هم یک ایدئولوژی پشت سر از این تجاوز است و هم یک منافع بسیار کلان، ما نمیتونیم به اصطلاح به صورت احساسی و به صورت به اصطلاح گذرای پدیده را مورد نقد و بررسی قرار بدیم. ما فعلا بررسی کنیم که افغانستان مثلا شما... ما فعلا برخورد احساسی نداریم جناب استاد، ما کاملا میخوایم منطقی و علمی این موضوع بررسی شه و مستند. از اینجا شروع میکنیم که وقتی شوروی به هجوم شه به افغانستان با خونریزی و خشونت آغاز میکنه، این مبنای فکری و ایدئولوژیک داره برای خود نظام کمونیستی، برای این تفکر، یا این که برمیگرده به اشتباه استراتژیک سکانداران کرملین در مورد افغانستان. اونا فکر میکردن که با هجوم همراه با خونریزی و جنایت شاید بشه افغانستان را فتح کرد و مردم را سرکوب کرد و سر جای خود نشاند. از این دو مقوله کدامش بیشتر دخالت داره؟ اون نگرش های ایدئولوژیک یا اشتباه استراتژیکی که در محاسبات اونا در قبال افغانستان وجود داشته؟
ما تحولات فعلی رو وقتی که بررسی میکنیم هیچ وقت نباید بگیم که یک اشتباه استراتژیک. ما به این دلیل نمیتونم بگم که اشتباه استراتژیک که انقلاب 1917 شوروی وقتی که بر اساس یک ایدئولوژی مارکسیستی شکل میگیره، دو دانه رویکرد استراتژیک را بر پیشبرد اهداف خود مطرح میکنه، یکی کومینترن است، یکی پراگماتیسم است. کومینترن بیشتر که به اصطلاح افراطیون ایدئولوژی مارکسیسم به این اصل معتقد بودند، میگفتند که این انقلاب 1917 انقلاب مسکو نیست، انقلاب روس نیست، انقلاب شوروی نیست، این انقلاب است که مبتنی بر اندیشه مارکسیسم است در هر گوشه از جغرافیای روی زمین. کسی که با این اندیشه می اندیشه در حقیقت این متعلق به انقلاب 1917 به اصطلاح مسکو است. این در حقیقت پیام از این انقلاب می بود. اما وقتی که یا به چالش های خارجی و داخلی مواجه می شدن، همیشه به اصطلاح یک عقب نشینی تاکتیکی داشتن به نام پراگماتیسم. پراگماتیسم یعنی خود با واقعیت های داخلی و خارجی به اصطلاح همگام می ساختن. به همین دلیل وقتی که گورباچوف آمد، پروستریکا و گلاسنوس و عقب نشینی استراتژیک به اصطلاح مارکسیسم را مطرح کرد، در اینجا یک تعداد از تیوریسن های استراتژیست های به اصطلاح مارکسیستی به این باور بودند که انقلاب 1917 و ایدئولوژی مارکسیسم شکست نخورده، بلکه بر اساس امید دروی کرده کومینترن و پراگماتیسم در حقیقت به یک عقب نشینی تاکتیکی سیاسی به اصطلاح مواجه شده. به همین دلیل است وقتی که امروز ما ببینیم که اقتدار خود روس ها در قضایای خاورمیانه مخصوصا در سوریه و در آزادسازی حلب تثبیت میکنه، این دیگه به اصطلاح به عنوان یک اشتباه کرملین یا اشتباه به اصطلاح سوسیالیسم یا اشتباه کمونیستی تلقی نمیکنیم. بحث خاورمیانه کاملا بوده که امروز یا در حقیقت دوباره احیای مجدد کردن و دارن به اصطلاح زورآزمایش میکنن و در اصل احیای مجدد خود به ظهور کشاندن. عرض بنده ای است که ما وقتی از اشتباه استراتژیک تجاوز شوروی در افغانستان نام میبریم، عمدتا او جنبه برانگیختگی است که در مردم به وجود آمد علیه این تهاجم. یعنی وقتی اینا با کشتار کارشان شروع کردن در افغانستان، با کشتار وسیع مردم، علما، روشنفکران، اساتید دانشگاه و فعالان مدنی، مردم جهاد را و مقاومت در برابر این نظام را تشدید بخشیدن و گسترش دادن. این در واقع برعکس معادلات و محاسبات کرملین انجام شد. اونا فکر میکردن که با این تهاجم، با این سرکوب، مردم سر جای خود میشینن، در حالی که این اتفاق نیفتاد. بنابراین میشه گفت یک نوع اشتباه استراتژیک بوده که در نهایت منجر به شکست و عقب نشینی شوروی از افغانستان شد. ببینید، شما یکی از مشکلات مونده ایست که یک انقلاب که به اصطلاح بار ایدئولوژیک جهانی داره، همین جریان ایدئولوژیک همیشه پیامش محدود به یک جغرافی خاص نیست. مثل اسلام، اسلام پیامش جهانی است. هر کس که او را در یک محدوده خاص حبس کنه، من فکر میکنم که اسلام یکی از به اصطلاح یعنی محدود کرده، اسلام درست متوجه نشده پیام میشه. این انقلاب مارکسیستی همه تو بود یک انقلاب پیام ایدئولوژیک داشت برای کل دنیا. سوال بندم دو جنبه داشت که آیا این رویکرد برآمده از رویکرد ایدئولوژیک نظام کمونیستی است یا ریشه در اشتباه استراتژیک کرملین داره؟ هر دو وجه داره. من به این خاطر بر شما میگم که شما یکی از مشکلات عمده ایست که به اصطلاح یک انقلابی که پیام جهانی داره و یک حرکت استراتژی است برای اداره به اصطلاح نظام سازی در سطح بین المللی، شما این رو با رویکرد افغانی میخواین محک بزنین. افغانستان به اصطلاح یک میدان بازی بود برای به اصطلاح ورود روسا در افغانستان، که انال ای که به اصطلاح چرا به چالش کشاند، چرا به این مشکل مواجه شد، او به اصطلاح مسائل است که باید بیشتر روش بپرد. سپاس گذارستیم، خیلی ممنون. خیلی خوب، خیلی فرصت ضایع شد، ضایع که نشد استفاده کردم از خدمت جناب استاد دانش. وقت شما خیلی گرفته شد، معذرت میخوام از جهت سوالی که خدمت ایشان مطرح کردیم برمیگردونیم به شما که جهاد به عنوان نماد وحدت بخش، به عنوان یک از محورهای مهم اتحاد مردم مسلمان افغانستان، در نهایت نتانست که یک هویت واحد ملی و دینی در افغانستان ایجاد بکنند. فشارها، پراکندگیها و پریشانیهای سیاسی و قومی و تباری زبانی
مذهبی در جامعه ما همچنان پررنگ هست بعد از پیروزی جهاد و شکست نیروهای اشغالگر شوروی. علت این موضوع از نظر شما چه چیزی بوده؟ تشکر. با ورود روس‌ها به افغانستان، هرچند ملت مسلمان افغانستان قیام کردند برای دفاع از دین، از وطن و از ارزش‌های اسلامی و انسانی خود، اما در اینجا خیلی از کشورهایی که منتظر فرصت بودند تا انتقام بگیرن از روس‌ها و منافع خود را به دنبال خود منافع خود می‌گشتند، اونها هم دست به کار شدند. با آمدن روس‌ها به افغانستان و مقاومت ملی افغانستان، هیچ گوشی از جهان این را نمیتونست باور بکنه، حتی تصورش هم نداشت. به این دلیل که اگر روس‌ها میدونستند که واقعا با این چنین مقاومت سخت در افغانستان مواجه میشن، ابدا چنین کار را انجام نمیدادند. و آمریکایی ها و غرب هم در مجموع به این باور نبودند که افغان ها واقعا میتونند این چنین مقاومت را به وجود بیارند. شما دیدین که بعد از چند سال مقاومت مردم افغانستان و همگانی شدن به جهاد مردم افغانستان، اونها به این باور رسیدن که اینها میتوانند که مقاومت بکنند. بعد شروع کردن به همکاری و یایی که در رسانه های غربی و اخبار و جراید غربی از مردم افغانستان اونها حمایت کردن. تاریخ هم متاسفانه بیانگر این هست که مردم افغانستان در برابر تجاوزات، چی تجاوز روس ها، چی تجاوز چند با حمله انگلیس ها و در گذشته از او کشورهای دیگه، مردم افغانستان در برابر اشغالگران برای آزادی خود همیشه بسیج شده. اما متاسفانه باز برای آوردن یک حکومت با همو پایه های وسیع ملی نتونستند که موفق شوند. این بار هم وقتی مردم افغانستان در برابر روس ها قیام کردند و آزادی کشور خود به دست آوردند و واقعا تونستند که امو معادلات قدرت جهانی را تغییر بدن، در اونجا لازم به این بود که ما میتونستیم یک حکومت ملی با پایه های وسیع اجتماعی، با توجه به نظر مردم و اراده مردم، او رو به وجود می آوردیم که چرا نتونستیم. دلیلش هم این بود که امو کشورهایی که ما را تا زمانی همکاری کردند که ما بتانیم روزها رو به شکست مواجه بکنیم، بعد از به وجود آمدن اینچنین قدرتی که بتانه روزها را به زانو در بیاره و با ای در منطقه به عنوان یک کشور مستحکم و یک کشور بانیرو تبدیل شده، از این هم حراس داشتن. بله. خیلی از کشورها علاقه به ای داشتن که افغانستان آزاد شده اما افغانستان قوی نشده، که چنین هم شد. متاسفانه با روی کار آمدن حکومت مجاهدین، اول خب پلان های حساب شده دشمن کار گرفتاد، دوم مجاهدین امو تجربه و پختگی سیاسی حکومت داری رو نداشتند که ما نتونستیم اینمو نماد وحدت ملی که در زمان هجوم روس ها به افغانستان به وجود آورده بودیم، او را به حکومت داری حفظ بکنیم و یک افغانستان باثبات و قوی در سطح منطقه داشته باشیم. سپاسگزار هستیم. جناب استاد دانش بختیاری، جهاد مردم افغانستان از عوامل مهم فروپاشی نظم دو قطبی جهان بود و شد، اما به لحاظ درونی قادر به ایجاد نظم و همچنین به لحاظ ملی قادر به ایجاد نظم در داخل کشور نشد. چرا؟ ببینید، ما وقتی که جهاد میگیم در افغانستان، برای جهاد باید ما و شما سه مرحله قائل شویم که بتانیم به اصطلاح یک قضاوت منصفانه نسبت به جهاد و مجاهدین داشته باشیم. بله. ما جهاد را یکی مرحله نخستینش است که آغاز جهاد است، در برابر یک تجاوز، در برابر دفاع از یک اعتقاد و باورمندی ملی در افغانستان،
که در مواجهه با یک نظام ضد دینی به نام به اصطلاح کمونیسم مواجه میشن و یکی دیگه دفاع از استقلال سیاسی کشور است. یعنی شروع جهاد سه مبنای بسیار محکم داشت، یعنی به اصطلاح یک جامعه که دین داره وقتی که دینش با مخاطره قرار بگیره هیچ چیز برش اهمیت نداره جز دین و دفاع از دین. دومین موضوعش مسئله مواجه شدن با یک نظام است که او اساسش بر نفع دین گذاشته شده بود و یکی از علتهای که چهره جهاد افغانستان خشن شد و به خشونت گرایید به خاطر از اینکه دو ایدئولوژی متضارب و متقابل در مقابل هم قرار گرفتن، یکیش مبتنی بر دینداری بود، یکی مبتنی بر نفع دین بود. خب این بحثای بسیار طولانی دار دیگه، ولی هم اشاره شد. سومین موضوع مسئله ششم جدی باشه، مسئله تجاوز آشکار روشن یک ملت از زمین آسمان است که بیرحمانه مورد تجاوز قرار میگیره. پس بنابراین یک ملتی که با این سه ویژگی به اصطلاح مواجه شود قطعا از همه هستی خود در دفاع از اون میگذره، بر استقلال سیاسی خود بسیج میشه، بر دفاع از دین خود بسیج میشه و بر دفاع از خاک خودم بسیج میشه. سه مبنای مشروعیت قوی در آغاز جهاد در اختیار مجاهدین بود و به همین دلیل است که جهاد به سرعت همگانی میشه و به سرعت به اصطلاح محور وحدت ملی در افغانستان قرار میگیره و به حدی بود که مجاهد وقتی که میگفت من مجاهد هستم، مجاهد شمال و جنوب نداشتیم، مجاهد به اصطلاح پشتون و فارس نداشتیم، همه قدر یک ازبک در جنوب عزیز بود که یک به اصطلاح پشتون در شمال مورد حرمت احترام قرار می گرفت، به خاطر که بار مشروعیت مبتنی بر سه اصل بسیار عمگانی شده بود و از قداست خاص برخوردار بود. این مرحله جهاد یک مرحله است که من فکر میکنم بهش مخالف نداره و حتی هم کمونیستی که امروز وقتی که بگی که جهاد با این سه پدیده همراه هست، دفاع از دین میکنه، دفاع از حق میکنه، دفاع از ناموس میکنه و دفاع از استقلال سیاسی کشور میکنه، کمونیست هم که سر عقل آمده باشه از این جهات حمایت میکنه، مجاهد مورد تمجید قرار میده. اما مرحله دوم جهاد مرحله تداوم جهاد است. در مرحله تداوم جهاد ایست که به اصطلاح رقبای در کمین نشسته جهاد افغانستان میبینن پتانسیل افغانها رو مورد نقد بررسی قرار میدن که آیا میتونن در یک موضوع استراتژیک سر افغانستان سرمایه گذاری کنیم. هیچ وقتی که دیدن مردم افغانستان از این مشروعیت قوی، از این توانمندی، از این صبر، از این روحیه ملی برخوردار هستن، آمدن سر ملت افغانستان سرمایه گذاری کردن و اولین کار که کردن که چهره جهاد افغانستان از جنگ چریکی به جنگ جبهه‌ای مبدل کردن. متاسفانه یکی از پیامدهای بسیار غلط جنگ جبهه‌ای که هر مجاهد و هر حزب افتخار میکرد که ما به اصطلاح یک قدر کندک داریم، یک قدر فلان داریم، کلش روی نفهمی بوده. جنگ از حالت شریکیش خارج شد، جنگ جبهه‌ای را گرفت. جنگ جبهه‌ای که شد به اصطلاح مجاهدین به نیازهای به امکانات زیاد، به تجهیزات زیاد نیازمند بیشتر پیدا کردن. قلمرو بندی هم از اینجا شد. اینجاست که به اصطلاح متاسفانه کلگی پاکستان مرکز تمویل و تجهیز و لوجستیک افغانستان میشن و مردم هر کسی که میخواد جبهه خود حفظ کنه باید میرفت یه خط بردگی با پاکستان میسپرد و به اصطلاح از اونجا تو از امکاناتش بهره مند بشد. ایست که در مرحله دوم جهاد افغانستان مورد یک دستبرد استراتژیک قرار گرفت. در اینجا متاسفانه میبینیم که آهسته آهسته روحی وحدت در بین مجاهدین آسیب پذیر میشه، جریانات از حالت جهادی به جریانات به اصطلاح حزبی جمعیتی، مثلا جبهه نجات ملی، مثلا حرکت انقلاب، حرکت اسلامی، حزب امثال هم به اصطلاح بر اساس قوم، بر اساس سمت و جغرافیا احزاب شکل میگیره و جهاد بدنش آسیب میبینه. سومین مرحله جهاد مرحله نظام سازی است که متاسفانه در افغانستان ما همیشه این تاریخ سیاسی افغانستانی رو بیاد داره که ما وارث یک سیکل خبیث هست. تمام مورخین سیاسی به این امر متفق القول هستن که ما افغان ها تاریخ سیاسی که بررسی کنی وارث یک سیکل خبیث هستن. سیکل خبیث چیست؟ تاریخ سیاسی افغانستان که بررسی کنی افغانستان از ابتدا مورد تجاوز و تهاجم بوده. هیچ گوشه تاریخ افغانستان پیدا نمیتونی که به اصطلاح همراه با تجاوز و دخالت خارجی نبوده باشه. مرحله دوم مرحله ایستادگی ملت افغانستان در مقابل تجاوز است، حساسیت ملت افغانستان در مقابل تجاوز و تهاجم است.
اما چون به خاطر ازی که این حساسیت دارن در مقابل متجاوزین استاد میشن، دستاوردهای بسیار بزرگ به دست میارن، متاسفانه در موقع نظام سازی مبتنی بر خیزش های و اعتقادات و باورمندی های خود در ایج از نظام سازی به اصطلاح محروم میشن. امی ارزش های ملی افغانستان که عبارت از جهاد باشه، انقلاب باشه، یا تبدیل به اصطلاح خواست های بسیار کوچک قومی و مذهبی و سمتی میشن و متاسفانه افغان ها از همون نقطه که شروع کرده بودن ذلیلانه پس به همون نقطه برمیگردن و به همین دلیل وجه تسمیه این موضوع را واقعا باید سیگل خبیثه گذاشت که همیشه در یک مثلث شوم افغان ها در چرخش بودن، هم خود سرگردان کردن هم دیگران. با توجه به این سیکل خبیثه ای که جناب استاد دانش بختیاری بهش اشاره فرمودن، من میخوام بحث به این صورت ادامه بدم خدمت شما جناب آقای مجروح که جهاد افغانستان موجب شد که امریکا و غرب در کنار مجاهدین قرار بگیرن برای ایستادگی و مقاومت در مقابل رقیب سنتی خودشون اتحاد جماهیر شوروی. این حضور یا این همراهی در واقع همراهی غرب با مجاهدین چقدر زمینه سازی کرد برای ورود ناتو در دوره های بعدی به افغانستان؟ ببینید حضور خارجی ها به افغانستان فکر میکنم که ربط به ششم جدی نداره، هرچند ادامه او سریال بدبختی که از ششم جد 37 سال پیش شروع شد، یا اگر بگویم از 7 ثور 38 سال پیش شروع شد، ما را به اینجا کشان که ناتو و افغانستان حضور پیدا بکنه. اما روزی که روسها و افغانستان هجوم آوردن ایره هیچ کس تصور هم نمیکرد که روزی در افغانستان روسیه چه میکنه شکست میخوره و روزی پدیده منفوری به نام طالب پیدا میشه و پاکستان رو حمایت میکنه، سپس ناتو یا ساختمان تجارت جهانی آمریکا مورد حمله قرار میگیره و بعد ناتو پاش به افغانستان کشانده میشه. این اصلا کسی ایره فکر هم نمیکرد. خب از دانه‌های مهندسی شده ادامه نه، من میخوام بگم یک برنامه مهندسی شده و از قبل طرح ریزی شده نبود و آمریکا هم با ما نه از لحاظ ایدئولوژیکی از کدام پیوند داشت و نه هم از جمله کشورهای منطقه و همسایه ما بود که این خطر او را هم تهدید بکنه، فقط نه هم با کدام دوستی استراتژیک با مردم افغانستان باشه. با شوروی جنگ سرد داشت. اما من میخواستم همین حرف بگم، چیزی که باعث شد که آمریکایی ها افغانستان حمایت بکنن او رقابت سیاسی جهانی که با روس ها داشتن او باعث شد که اونو بیان. بعد از اینکه جهاد افغانستان شکل گرفت، همون قسمی که جناب استاد هم اشاره فرمودن، مقاومت همگانی شد، جنگ ها هستد حالت گوریلایی تغییر کرد و حالت جبهه‌ای و مقاومت کلان به خود گرفت و نیازمندی ها بیشتر شد، آمریکا از این فرصت استفاده کرد و با همکاری و همراهی پاکستان که او هم یک از متحدین استراتژیک آمریکا و غرب بود و من حیث جاندارم و منطقه شناخته می شد برای آمریکایی ها، از این فرصت استفاده کرد برای در واقع شکست رقیب خود کار کرد. برای شکست رقیب خود کوشش کردن که از یک طرف پاکستان حمایت بکنن و از جانب هم مجاهدین افغانستان حمایت بکنن تا اینکه این مقاومت بیشتر شدت بگیره و بالاخره روس ها شکست بخورن که چنین هم شد. اما ای که ناتو بعد از فکر میکنم 14 سال بعد از 14 سال خروج پس از خروج مفتزهانه روس ناتو و افغانستان آمد و ای که چرا آمد دلیلش هم او را برهم آشکار است که وقتی منافع آمریکایی ها و غرب در کشورهای خودشان مورد حمله قرار گرفت، وقتی دیدن که در غرب هم جای برای زندگی با امن برشان وجود نداره، برای مقابله با تروریسم و القاعده اونها آمدن و افغانستان انتخاب کردن و به افغانستان حضور پیدا کردن. این ما نمیتونیم که از یک جهت ربط بدیم به تجاوز روس ها به افغانستان و از جانبی هم چون نمود تجاوز روس ها و حکومت دست نشاندهشان به افغانستان و سر آغاز جهاد و سپس باز جنگ هایی که در افغانستان به وجود آمد و تجاوز سیاهی که از جانب پاکستانی ها صورت گرفت، اینا ادامه نمود بود که باعث شد که اینچنین وضعیت به جهان به وجود بیاید و آمریکایی‌ها و غرب به افغانستان
حضور پیدا بکنند. اگر تجاوز روزها برای اشغال افغانستان در شش مجدد نمی بود، یقیناً که حضور ناتو و آمریکا هم امروز در افغانستان نمی بود. سپاسگزارم جناب استاد. شما در این مورد چه فکر میکنین با توجه به این که عمدتاً بعد از شکست شوروی در افغانستان ما شاهد شکل گیری جریان های افراطی به صورت تدریجی در خاک افغانستان هستیم، مخصوصاً با حضور مجاهدان عرب از جمله اسامه بن لادن و دم و دستگاه القاعده، فکر نمیکنین که این همراهی غرب و ناتو مخصوصا امریکا با مجاهدین در عصر جهاد به تدریج کار را به جایی کشاند و رساند که در نهایت ناتو وارد افغانستان شد و بعد از استقلال طالبان و امارت اسلامی و بعد اون حادثه 11 سپتامبر و امثال اینا؟ ببینن ای اول خب ما با شکستی که گفتن موافق نیستم. شکستی کی؟ شکست روسا در افغانستان. میتونیم بگیم یک عقب نشینی سیاسی با توجه به موضوع دو تا روی کارت عمدره که براتون عرض کردم. این عقب نشینی سیاسی و تاکتیکی که از افغانستان صورت گرفت در حقیقت بیشتر یک آغاز جدید است. برای چی؟ برای یک تقابل دو دیدگاه در مقابل هم و که امروز ما شاهد از او هستیم که اگرچه از افغانستان عقب نشینی کرد اما از حلب سر در آورد و این موضوع است که امروز به اصطلاح دو قدرت افغانستان را جغرافیایش به عنوان میدان تاخت و تاز خود قرار دادن و افغان ها نتانستن، مخصوصا رهبری جهاد افغانستان نتانستن که افغانستان از جغرافیای جنگ خارج کنن و بتانن به اصطلاح مطابق با نیازهای مردم، مطابق با خواستای ایدئولوژیکشان حتی یک نظام نیم بندم جور کنن. درست است، منتها ای که شوروی به اهدافش در افغانستان نمیرسه بعد از هزینه های سنگین انسانی و تسلیحاتی و مالی و پولی افغانستان ترک میکنه، به نظر ما یک شکست است و مخصوصا به این صورت که با خروج از افغانستان روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز میشه، بزرگترین شکست باید باشه به نظر ما. ولیکن شما به عقب نشینی استراتژیک و تاکتیکی تعبیر میکنید. بله، ببینید ما وقتی که مجاهدین از کابل عقب نشینی کردن عین همین بحث ما کردی احمد شاه مسعود داشتم در پنشیر با هم همین بحث میکردیم و ما واقعا یکی از کسایی بودم که با عقب نشینی شدیداً مخالف بودم و این رو بزرگترین شکست برای مجاهدین میدانستم. وقتی که رفتم با ماهیت عقب نشینی احمد شاه مسعود آشنا شدم، دیدم که نه تنها یک عقب نشینی نیست، بزرگترین پیروزی و بزرگترین دستاورد است. مثلا شما فرض کن احمد شاه مسعود گفت که ما اگر واقعا به اصطلاح در از کابل عقب نشینی نکنم، به عنوان یک جبهه واحد پنجشیریا در مقابل کل پاکستان و در مقابل کل طالبا و کل پشتون قرار میگیرم. پس بنابری اگر ما به اصطلاح از کابل عقب نشینی کنم، حداقل بر سایر احزاب و سایر اقوام معلوم میشه که در حقیقت دشمنان افغانستان دنبال چه اهداف استراتژیک هستند. و به همین دلیل احمد شاه مسعود در افغانستان در کابل داشت آهسته آهسته مشروعیت خود از دست میداد. در حقیقت از یک فرمانده بزرگ ملی تبدیل میشد به فرمانده قومی، تبدیل میشد به یک فرمانده یک سمت جغرافیای خاص. اما وقتی که عقب نشینی که تبدیل شد به قهرمان ملی. خب ممنون هستیم. شما با فرمایش ایشان موافق هستین روس شکست خورد؟ یا با کمال احترام به گفتهای جناب استاد میخوام یک مکسیم هم داشته باشم و که ببینید احمد شاه مسعود وقتی در کابل بود به یک محاصره اقتصادی قرار داشت و نمیخواست و نخواست که ملتش، مردمش، آنهایی که برای آزادی از اونا او جان داده بود و قیام کرده بود و او را به دست آورده بود، اونها عدی بیشتر صدمه ببینند. اما روزهایی که آمدند، کشتند، بستند، برگبار بستند، اونا هیچ به چی نبودند که برای مردم افغانستان چی میگذره، مگر رها کردن افغانستان و رژیم دستنشانده خودشان و رفتن با همان بی‌آبرویی و بی‌عزتی و رها کردن چندین کشوری که 70 سال قبل اونا را به زور برچه و ظلم اونا را به دست گرفته بودند، اینها را همه رها کردند. و یکی از امو شاکارهایی که گورباچوف همیشه از یاد میکنه که با عقب نشینی از افغانستان ما تانستیم اتحاد شوروی، یعنی شوروی فعلی را ما حفظ بکنیم، اینا مگر عقب نشینی اینا شکست نیست چی هست؟
شکست بسیار بزرگ با دست دادن خیلی از کشورهای دیگه. حالا اگر افغانستان تنها اونا عقب نشینی میکردن میگفتن عقب نشینی کردن، اما در کنار از او اونا کشورهای آسیای میانه را هم از دست دادن. پاشید بله. ممنون از این فرصت تمام هست و الهات میشد که بیشتر در این مورد بحث بکنیم. استفاده کردیم از خدمت اساتید محترم جناب استاد دانش بختیاری و جناب وکیل صاحب مجروح. انشاءالله شما موفق باشین و ارواح شهدا هم از همه ما شاد و خوشنود. خدا نگهدار قربان شما.